بله با این زد تو سر شما؟ با این زد من بیهوش شدم افتادم رو هم بنده خدا نمیدونم نیم ساعت سر و بیه ساعت این شما؟ بر این کیه این خانم؟ منافق بود به اسم نازیلا خانم به اسم نازیلا که من شنیدم زارم متوالی شد سر ایشون بوده که ایشون بوده که من میارم توی خونه ای یعنی اینجا میمارم توی خونه ای که تو خونه من به هوش که اومدم چون نرفتم باز زدم باز همینجا آخر میگنی آکانی با سنگ یکی میزنم تو سرم آخر بیم هست یه ذره بیا رفتر یکی اینجا سرش کنم یه ذره دوباره آره اون سنگه که زدم دوباره با میله زدم و حدود رو عزم کنم که دیگه تو خونه بیهوش بودم به هوش که اومدم بیدم بستن هم از پشت انداختن هم روی موزایی که فکر کنم یه پارکینگی یه زیر زمین بود یه صدای دوربینا و صدای در واقع شاتل دوربین و اینا من متوجه شدم که چند نفر دورم هستن که مشغول فیلم برداری عکس برداری اومدم بالا سرم که خب شما فحاشی کن به آماز رهبری که اون لحظه لحظه اینکه شما مثلا 30 سال از کلام رو گرفتی با یه سری عقاید و یه سری آرمان ها و یه سری اعتقادات بزرگ شدی بعدی رو بخوایی لازم باید این رو در دست بدی یا ندی مهم نیست خب اون لحظه نتون من این کار نکردم خب بازمون خودشون باشون صحبت کردم و خیلی ناراحت بودن از اینکه نمیتونن از من چیز در بیارن که شوگم بزدن زدن تا میخوردم اینقدری که حالا هنوز بعد 2 سال خب بابابش هست دیگه یه چشم نابینا یه گوش ناشنوا که ظاهرا بعدا توی در آزم اظهاراتشون که یکی رو گرفتم بودم 10 نفر بودیم خب اون کسی که اون رو زد تو از تایلند و ایران قهرمانه نمیدونم کیک بوکسینگ و ایتای بود از کجا این خب تو اظهارات خودشون بود تو اظهاراتشون بود که بعد من از بازی پرونده شنیدم که از ضرباتی که میزد ضربات کاری بود انقدر میزدن که دیگه در من جنازه رو میندازن بیرون دیگه که میریم یه آقای به اسمای حسینی پیدا میکنه میبرد هم بیمارستان هم ماینی حالا چه میگذره تو بیمارستان ما بومینی بماند که از بیمارستان برای ایتالیا آمبولانس فرستان رفتیم اونجا همون شبش این فیلم رو ویوهی بخش میکنه و اعلام میکنه که آقا این آدم که آقا تو فیلم بود این مأموره این دور صورت رو قرمز میکنه که این مأموره هرچی میشتردش با ما خبر بده خب بعد از 2-3 روز بودم تلفن هم زنگ خورد و موبایلم روشی رو برداشتم بودم اول که خب شمال نمیفتد نایگو من حسینی هستم از برنامه پارازیت تماس میگیرم گفت تا ترکیه بیا از ترکیه به این برآوردن با ما اینجا آرمان شهره حالا یه سری مسائلی مطرح کرد حد اقلش میگه تا آخر اون حقوق داری مزایا داری چه حالا غافل از اینکه آرمان شهر جای دیگه است کربلا رو ترجیح میدیم هر جایی میدیم پای اعتقادی که داشتن و دارم بایستدم خلاصه اومدن جلو خونه یعنی این فیلم که پخش شد آدرس خونه شما تلفن خونه همه چیم رفت رو سایت دیگه اومدن
اگر اشتباه نکنم 2:11:88 مقابل ساعت 2 صبح پنجشنبه شب بود. رفتم شاپ بلنزیم بچه ها کنو نبودم، اومدم خونه خوابیدم، یهو صدای آتیش و قرم آتیش که کوکت بود تو نخوان بخونم بسیدم جده رفت آتیش زدم که بعد تماس گرفتم که اینجوری میشه اگر بمونی بیا زنده ای مرده ای هستی نیستی. متاسفانه این جلیمی رو من از مسئول دارم. 70% جانبازی بخت الان وضعیت چجوریه؟ یه چشم راست هم نابیناست، گوش راست هم ناشنواست. برو درست بکنم که خسد مولی کمانم شکسته از چیشه دیسک داره بیرون، آروارم، گونم، بینیم شکسته تو خونه، یعنی زندان همواره باید جلوش بره جلو. بله چشم تو هم در چه ها رفت؟ این چشم نابیناست، این هم که را بخاطر قند و بسری بگی که فشار یکی بگی که نقطه شده 4 قرار شده که تخلیه کنید؟ این چشم راست هم باید تخلیه شده. من داروها نمیدونم اینا رو چی کار میکنم. ببینی الان باید به خاطر لخت خون که دوست دارم از خواهد شیلستی گیریم اونجا هم پلاویکس بخورم برسه رد کننده خون و موضوع درس خونم که برسه عصب و روان متاسفان درد از اون واقعه یه هر شرط شما خواب نداره بحث عصب و روان که بسه من پیش بوده الان چقدر دختر آزم بودش برد خودم